با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه چهارم ماه حمل سال 1395 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. تأکید رئیس جمهور غنی بر مبارزه راستین حکومت با فساد اداری. فساد هنوز هم وجود دارد و از همین رو ما نتوانسته ایم به پیش برویم. در حال حاضر ما تنها فساد را شناسایی و تقبیه کرده ایم. نگرانی رئیس کمیته تسلیحات مجلس نمایندگان امریکا از کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان. بسته شدن بیشتر از 200 مکتب در نتیجه این آرامی ها در 6 ماه گذشته در افغانستان. اول سال در حدود بین 400 تا 500 مکتب بسته داشتیم، ولی تا پایان سال شمار از اینا به حدود 700 مکتب رسید. خودداری یک کودک از انجام عمل انتحاری در ننگرهار. و تعهد رئیس جمهور پاکستان برای پیکار جدی با هراس افغانی در این کشور. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی در چهارمین نشست گروه کشورهای به اضافه 7 در کابل بر مبارزه راستین در برابر فساد اداری در کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که با وجود تلاش‌های بسیار برای جلوگیری از فساد، اکنون هم شمار از مفسدان به پنجه قانون سپردن نمی‌شوند و در حال حاضر وجود فساد و استفاده جویی‌ها در بخش‌های نظامی نگران کننده است. از سوی هم شمار از شرکت کنندگان نشست گروه کشورهای به اضافه 7 وجود بحران‌های سیاسی و اقتصادی را در کشورهای رو به توسعه جهان پیوند می‌دهند. رئیس جمهور غنی در چهارمین نشست گروه کشورهای به اضافه 7 با تاکید بر شفافیت در کارکردهای حکومت‌های کشورهای بحران زده جهان می‌گوید که یکی از علت‌های نبود پیشرفت در افزای کنونی، نبود مبارزه راستین در برابر فساد در این کشورها است. فساد هنوز هم وجود دارد و از همین رو ما نتوانسته ایم به پیش برویم. در حال حاضر ما تنها فساد را شناسایی و تقبیه کرده ایم، اما در برابر آن به گونه راستین مبارزه نشده است. از سوی رئیس جمهور فساد را در نهادهای نظامی خطرناکتر می داند. اکثرا توجه به بخش نظامی می شود. شماری از افراد با استفاده از موقفهایشان پولهای غیرقانونی به دست می آورند و حتی از معافیتها هم برخوردار هستند. از همین رو این عملکرد سبب کندی رشد و قانونمندی می شود. در این رئیس گروه کشورهای به اضافه 7 با تاکید بر بهبود افزای کشورهای بحران زده جهان می گوید که این کشورها باید با ایجاد یک راهکار مشترک به حل مشکلاتشان بپردازند. ما باید به اهداف همکاری هایمان بپردازیم تا بتوانیم در برابر شکنندگی اوضاع کنونی کشورهایمان مبارزه کنیم. این یک گروه منسجم است و تمرکز بیشتر باید روی توسعه پایدار کشورها باشد. از سویم در نخستین روز نشست گروه کشورهای به اضافه 7، نمایندگان 20 کشور مشمول این گروه، ناامنی ها و بحران های سیاسی را در این کشورها از علت های رکود اقتصادی شناختند و افزایش سرمایه گذاری ها، ایجاد زیربناها و جلوگیری از بحران ها و منازعات را برای بهبود افزای کنونی این کشورها سودمند دانستند. رئیس کمیته تسلیحات مجلس نمایندگان امریکا از کاهش شمار نیروی امریکایی در افغانستان نگران است و میگوید به هر اندازه‌ای که شمار نیروی امریکایی در افغانستان کاهش شود، نیروهایی که در این کشور میمانند با تهدیدهای بیشتر روبرو خواهند شد. این در حال است که نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که امریکا با افغانستان تعهد درازمدت دارد و اگر نیاز افتد نیروهای هوایی این کشور با کمک نیروهای دولتی افغانستان میشتابند. وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده برای پاسخدهی درباره پیکار با هراس افغانی در جهان به کمیته تسلیحات مجلس نمایندگان آمریکا فراخوانده شدند. رئیس این کمیته با ابراز نگرانی از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از اشتون کارتر میپرسد. پرسش من این است که آیا کاهش سربازان در عراق و افغانستان خطرها را در برابر نیروهای کنونی افزایش نداده است؟ و پاسخ آقای کارتر به این پرسش چنین است.
هیچ تغییری در برنامه کاهش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به میان نیامده است، اما ما برای محافظت از نیروهای کنونی برنامه‌هایی داریم و من نمی‌توانم در این کمیته به جزئیات بپردازم، ولی این جزئیات را در اختیار این کمیته می‌توانم گذاشت. از سوی دیگر، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که ناتو به ویژه ایالات متحده آمریکا با کمک‌های بیشتر به نیروهای دولتی افغانستان متحد است. قوای هوایی ما تقریبا خوب است، مگر باز هم همونطور که جمع میکنه به او شکل به پای ایستاد نشده. قوای بین المللی در قسمت هوایی به ما کمک میکنه و او هم به درخواست ما. ایالات متحده آمریکا هم اکنون 9800 سرباز در افغانستان دارد و قرار است تا پایان سال روان میلادی شمار این سربازان به 5500 تن کاهش یابد. هواداران ملا عبدالرسول رهبر شاخه جدا شده گروه طالبان در بادغیس در برابر اعضای گروه ملا اختر محمد منصور اعلام جنگ داده است. فرمانده این طالبان ملا اختر محمد منصور را بکشتن و زندانی کردن سران طالبان افغان متهم می سازد و می گوید که استخبارات نظامی پاکستان و شاخه اختر محمد منصور افغانستان را به تباهی کشانیدند. هواداران ملا عبدالرسول در ولسوالی قادس ولایت بادغیس پرچم طالبان را به نام شورای عالی طالبان بلند کردند و هشدار می دهند که در برابر طالبان شاخه اختر محمد می جنگند. علت اختلاف این بوده که ملا عبدالله در محوط شهید شد و ملا برادر فعلا در محوط سر می برد و ملا دادی الله و ملا اختر محمد عثمانی شهید شدند و ملا محمد عمر امیر المومنین در نزد اختر محمد منصور شهید شده و اختر محمد منصور در قطر دفتر افتتاح نموده و آیسای پاکستان بدون مشوره مجاهدین. در همین حال شورای ولایتی بادغیس گرد آمدن طالبان در ولسوالی قادس را باعث نگرانی مردم می داند و می گوید که درگیری میان شاخه های طالبان باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان خواهند شد و نباید نهادهای امنیتی اجازه دهند هراس افکنان به بسیج مردم تلاش کنند. جایی که طالبان تجمع میکنند و اونا جمع میشن در اونجا عملیات هوایی صورت بگیره و یا در طریق نیروهای زمینی در ساحات عملیات بشه. در همین حال فرمانده پلیس بادغیس از مردم میخواهد که اجازه ندهند طالبان در روستاهایشان گرد همایی برگزار کنند. تضمینش این محافل دیگه طبیعی که یک قسمت نگرانی ها را به وجود میاره و کوشش میکنه، دشمن هم کوشش میکنه که از نقاط ضعف دیگه کار بکنه که مردم را به تو رویج ترجیح بسند. درگیری میان هواداران اختر محمد منصور و ملا عبدالرسول رهبران طالبان در زیرکوه شندند هرات بیش از 200 کشته به جا گذاشت و ده‌ها غیر نظامی نیز در این رویدادها کشته و زخمی شدند. اما در حال حاضر نگرانی ها درباره احتمال درگیری میان این گروه ها در بادغیس نیز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. در 6 ماه آخر پارسال در نتیجه این امنی ها و گسترش نبرد ها در کشور بیشتر از 200 مکتب بسته شدند. وزارت معارف می گوید اکنون نزدیک به 2.5 میلیون کودک و نوجوان به علت های گوناگون از رفتن به مکتب محروم هستند. دیدبان حقوق بشر هم گفته است که نیروهای مسلح کشور برخی از مکتب ها را در بخش های ناآرام کشور سنگرهای نظامی ساختند و وزارت امور داخله نیز این گفته ها را تایید می کند. 714 مکتب در 24 ولایت کشور بسته هستند. کندهار با بسته بودن 141 مکتب در 14 ولسوالی، زابل با بسته بودن 140 مکتب در 11 ولسوالی و هلمند با بسته بودن 100 مکتب در 13 ولسوالی بیشترین آمار بسته بودن مکتب ها را در خود دارند. در نیمه اول سال در حدود بین 400 تا 500 مکتب بسته داشتیم، ولی تا پایان سال شمار از اینا به حدود 700 مکتب رسید و دلیل اصلیش گسترش ساحه جنگ بود. در این میان سنگر ساختن مکتب ها در نبرد ها نیز نگرانی های را به همراه شدند. نامه های متعددی به وزارت محترم داخل و وزارت محترم دفاع فرستادیم که از هر گونه استفاده نظامی از مکاتب، حتی مکاتبی که در اونجا درس جریان نداره، باید پرهیز شود. وزارت امور داخله هم میپذیرد که نیروهای مسلح کشور از برخی از این مکتب‌های بسته در آن بخش‌هایی که نبردها زبانه می‌کشند کار گرفتند. بر اساس قوانین ما
و دستوراتی که از طرف وزارت امور داخله و دستوراتی که شامل پلانای امنیتی امسال ما هست، هیچ نظامی باید در مکاتب بوسه نداشته باشه. مقدم جایی که عملیات بوده و مکتب رخصت باشه، مثل که در زمستان برای یک روز دو روز اگر از مکتب استفاده کرده باشه، این را ما گفته نمیتانیم، مگر به صورت قطعات ما از مکاتب استفاده نمیکنند. با این همه نگرانی ها از این استند که اگر دامنه نبرد ها گسترش یابند، افغانستان از ره گذر آموزش و پرورش آسیب های بیشتر از این خواهد دید. یک کودک انتحاری که در مدرسه های پاکستانی آموزش دیده بود، از انجام عملی انتحاری در برابر نیروهای دولتی افغانستان خودداری کرد. ابوذر 12 ساله میگوید که با وی گفته شده بود تمامی این نیروهای دولتی افغانستان کافر هستند و او باید خودش را در برابر این نیروها منفجر سازد. اما هنگامی که ابوذر در ننگرهار به یک مسجد میرود و نیروهای دولتی را در حال ادای نماز میبیند، ذهنیتش در برابر این نیروها تغییر میکند و برای نخستین بار میداند که نیروهای دولتی افغانستان کافر نیستند. برخی از روانشناسان میگویند که کودکان در مدرسه های پاکستانی به گونه ماهرانه شستشوی مغزی میشوند. داستان کودکی که میگوید راه بهشت را به او اشتباه گفته بودند. بیشتر از 2 سال در این گونه مدرسه های پاکستان آموزش های دینی دیده است و سرانجام آماده حمله انتحاری شده بود. ابوذر را برای انجام حمله انتحاری به ننگرهار مأمور ساختند. اما هنگامی که به ولسوالی لعلپور ننگرهار در مسجد می رود، در آنجا نیروهای دولتی را در حال ادای نماز می بیند. اما گفته می شود که کودکان و افرادی که کمتر خودشان برنامه های زندگیشان را می ریزند در مدرسه های پاکستان به گونه علمی شستشوی مغزی می شوند. و این امر باعث میشه که کودکان معمولا دچار آفات انتحار، انفجار و یا هم صدمه رساندن برای دیگران میتونه باشه. از مرد وطن دشمنان په هیڅ عنوان افغانان پر قرار نه پریږدي، یا داعش را لیږي، یا طالب را لیږي، یا ځانمرګ را لیږي. پیشتر هم گفته شده است که کودکان در بسیاری از مدرسه ها در پاکستان مصروف فراگیری فعالیت های حراس افغانانه بودند تا به معنای واقعی آموزش های دینی. با چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. پاکستان در کار مبارزه با حراس افغانی متعهد است. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان میگوید که عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی تا نابودسازی کامل حراس افغانان در این کشور ادامه خواهد یافت. نیروهای پاکستانی به مناسبت روز ملی این کشور در اسلام آباد رژه نظامی برگزار کردند. در این رژه نیروهای زمینی، دریایی و هوایی پاکستان شرکت داشتند. رئیس جمهور پاکستان در این مراسم میگوید که اسلام آباد در کار مبارزه با حراس افغانی متعهد است. شمالی وزیرستان میں آپریشن عملیات وزیرستان شمالی در آخرین مرحله قرار دارد و این منطقه به زودی از وجود حراس افغانان پاک سازی خواهد شد. او تاکید می‌ورزد که عملیات ضرب عزب از وزیرستان شمالی به بخش‌های دیگر نیز گسترش خواهد یافت. لیکن ہماری منزل هدف ما این است که حراس افغانی و بی قانونی را در سراسر پاکستان نابود کنیم. ممنون حسین با اشاره به منازعه کشمیر میگوید که صلح در کشمیر یک نیاز است و پاکستان به پشتیبانی اش از مردم این منطقه ادامه خواهد داد. در 23 ماه مارچ سال 1940 میلادی قطعنامه لاهور تصویب شد که بر بنیاد آن پاکستان همچون کشور مستقل از هند بریتانیایی جدا گردید. از این روز همه ساله به حیث روز ملی پاکستان تجلیل می شود. در همین حال سفارت پاکستان در کابل نیز از این روز بزرگداشت کرد. و اکنون نگاه زودگذاری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان.
مردی که امروز از سوی پلیس بلژیک بازداشت شده است، نجم اشراوی مظنون اصلی حمله های مرگبار بروکسل نیست. مقام های پلیس این کشور میگویند که آنان در تلاش بازداشت نجم اشراوی و دو برادر دیگر به نام های خالد و ابراهیم هستند که عاملان اصلی حمله های دیروز در بروکسل هستند. رئیس کمیته عالی مخالفان حکومت سوریه کوریای شمالی را در جنگ سوریه دخیل می داند. اسد زوبی بر رسانه های روسیه می گوید که شماری از سربازان کوریای شمالی در حمایت از حکومت سوریه در برابر نیروهای مخالف در این کشور می جنگند. سازمان کیهانی امریکا ماموله ای را که بیش از 3600 کیلوگرم مواد خوراکی و افزارهای بجویشی را در آن بود با یک موشک به ایستگاه فضایی جهان فرستاد. در این ماموله افزارهای آتشزا نیز وجود دارند تا کیهان نوردان بتوانند آتش سوزی را در فضای بدون وزن تجربه کنند. خبرهای اقتصادی هم پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید. با این هم چند خبر اقتصادی. شهرداری کابل برای تغییر چهره ظاهری پایتخت برنامه زیباسازی شهری را روی دست گرفته است. مسئولان نهاد میگویند که در چارچوب این برنامه گلدانها در میان شمار جاده های پایتخت تزیین خواهند شد. از سوی هم مسئولان شهرداری کابل میگویند که تلاش میشه که در بند گرد آوری زباله ها از شهر برای صفای شهر را به دوش بخش خصوصی واگذار کنند. با ساخت یک نمای قانون اساسی در گلدان جاده دارالامان کابل برنامه تزیین شهر از سوی شهرداری کابل آغاز شد. مسئولان نهاد میگوید کنان برای زیباسازی شهر کابل برنامه های گسترده را روی دست دارند. شما عملا امروز نه تنها در جاده دیمزنگ در جاده دارالامان شاید افتتاحی از نماد وثیقه ملی هستین و ما عملا کارهای دیگه را در چاره های دیگه شهر کابل هم آغاز کردیم. در این حال شماری از باشندگان پایتخت از مردم میخواهند که در برنامه زیباسازی شهر با شهرداری کابل کمک و همکاری نموده و از تخریب نماها جلوگیری کنند. بدون همکاری شهروندا، بدون همکاری مردم اصلا این کار دشوار است که شما سیمای شهر و چهره شهر زیبا نگاه بکنین. از سوی هم شماری از باشندگان پایتخت با در نظر داشت افزایش زباله ها در پایتخت از شهرداری میخواهند که در پاکی شهر توجه بیشتر کند. در حال حاضر 67 مرکز درمانی برای حیوانات در کشور وجود دارند. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که این مراکز نقش مهم در ساخت و تطبیق واکسین های دام ها را در کشور دارند و آنان با کمک های این مراکز از شیوع بیماری های حیوانی در کشور جلوگیری میکنند. با وجود تلاش های 14 ساله وزارت زراعت و آبیاری، اکنون هم به علت کمبود مراکز بهداشتی حیوانات در کشور سالانه شمار بزرگی از دام ها و حیوانات به علت نارسایی های بهداشتی و وجود بیماری های گوناگون تلف می شوند. مردم با آگاهی کمتر درباره تداوی حیوانات دارند. همچنان کلینیک های حیوانی که در سطح افغانستان وجود دارد با تعداد حیواناتی که در خود افغانستان وجود داره کمتر است. بعضی کسا در کلینیک می از پیش شما پرسان میکنم که واکسین کدی میگن چرا واکسین ولی که دیوانه نشد. از سوی هم مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که تلاش دارن با کمک بخش خصوصی شمار مراکز بهداشتی حیوانات را در کشور افزایش دهند. به خاطر تشویق سکتور خصوصی این بخش به سکتور خصوصی واگذار شده. موضوع مهمی را که میخوایم یادآور شویم که از طرف بخش صحت حیوانی این کلینیکا همواره در مناطق مختلف افغانستان مورد کنترل و بررسی قرار می گیرند. این در حالی است که با گفته مسئولان وزارت زراعت و آبیاری در حال حاضر 670 مرکز درمانی حیوانات در کشور وجود دارند، اما به باور آنان با در نظر داشت تقاضاهای مردم به ایجاد مراکز بیشتر درمانی حیوانی در کشور نیاز است. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 76 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1025 افغانی،
از ارتومان ایرانی 1970 پول و از اروپای پاکستانی 643 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. آقای ملک خیلی خوش اومدید. سپاس دارم. تشکر میکنم. خبرهای ورزشی هم بعد از وقفه. تیم ملی کرکت کشور در یک دیدار نزدیک و نفسگیر در برابر انگلستان شکست خورد. در این دیدار که در چارچوب رقابت‌های کرکت 20 برای جام جهانی برگزار شد، ملی پوشان کرکت کشور با یک بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند، اما سرانجام نتوانستند از صد انگلستان، یکی از کشورهای بر قدرت کرکت در جهان، عبور کنند. در این دیدار نخست بازی را سرخپوشان انگلستان آغاز کردند و در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکن 143 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کردند. تیم ملی کرکت افغانستان نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و با تفاوت 15 دوش در برابر انگلستان شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان بازی‌های خوبی را که در جام جهانی 20 اوره انجام داده ما را امیدوار ساخته است که در سال‌های نچندان دور انشالله مدعی قهرمانی‌های جام جهانی خواهیم بود. در این حال شماری از باشندگان پایتخت که بازی افغانستان و انگلستان را از روی پرده‌های تلویزیون‌هایشان به گونه زنده تماشا می‌کنند، کرکت بازان تیم محبوبشان را می‌ستایند. سپورت‌مندان ما شما بایدق افغانستان در کتی از زمون قدرت‌های جهان به احتزاز داره ورده و افتخار مردم افغانستان است. ما سره افتخار میکنه ای که تیم کرکت افغانستان دایی دمی جهان نامش گفته میشه که تیم کرکت افغانستان و بیرق افغانستان همی به احتزاز می همی کلان دستاورد است به مردم افغانستان. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان یک بار دیگر نیز در برابر انگلستان که یکی از بنیانگذاران کرکت در جهان به شمار می رود در جام جهانی 20 اوره 2012 سریلانکا روی در روی هم قرار گرفته بود و در آن دیدار نیز انگلستان برنده شده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان فردا به مسافه ژاپن خواهد رفت. در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 میلادی فردا ملی پوشان کشور در ورزشگاهی از سایتامای ژاپن مهمان تیم قدرتمند ژاپن خواهند بود. بازی رفت دو تیم که به میزبانی افغانستان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شده بود با برتری 6-0 ژاپن به پایان رسید. تیم ملی فوتبال کشور در حال حاضر از 6 بازی انجام داده در دو دیدارهای رفت و برگشت در برابر کامبودیا و 4 شکست در برابر ژاپن، سنگاپور و سوریه بعد دست آورده است و با 6 امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی گروه پنجم قرار دارد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. ولی شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.